الان وقتشه. تاوان تلافیه رفاقتم با شیطان و شرارتم الان. شاهک پیداش کن این انگشته رو بهش بگو خوب زندگی کنه. مهیار، مهیار بیگ، بیداری؟ خوشا وقت بیدارتر من، قسمتم شدم شب کشیکم باشه و مژده بهت بدم ببینم آزاد شدی. آزادی آقا مهیار، آزاد آزاد، مثل پرنده از قفس. گنج زندان سکندر بشدت خاطره و آزادی. خوبه خوشت اومد؟ پس معطل نکن پاشو. الان؟ پاشو. بزار صبح. منم دلم میخواد. اما قانون داروغه جدیده. به حاکم شهر قبولونده هر کیو میبخشه بعد از نیمه شب آزادش کنیم تا صبح سرگردون کوچه و خیابون باشه. پاشو. قاصد داروغه بیرون واشده ببینه آزادت کردم رفتی. خودم بخوام صبح برم چی؟ آزادیت لغوه. تا آخر عمر تو این سوراخ موش سر کنی که چی بشه. پاشو بریم دیگه. پاشو. صبر کن با حکیم. نماز شب حکیم طولانی و قاصدم آدم بدذاتیه. یه محل میذاره میره میگه فرمون نبردی یا موندی. پاشو بریم. چرا پا نمیشی بری مهیار؟ شما رو تنها بذارم. بدت نیاد. چی بهتر از تنهایی؟ دو، مگه یه همچین سعادتی رو به من میدن؟ فراوانی نعمته. جاتو میدن به یکی دیگه. سه، مگه نمیشنوی میگه قاصد داروغه کم صبر و طاقت؟ برای منم بد میشه حکیم. میگن بی ورزگی کردم و زندونی فرمون نبرده. از کارم برکنارم نکنن بد جوری جریمه و تنبیه میشم. به جون همه عزیزانم اگه به خودم باشه اصلا پاپی نمیشدم. انصافه که یه همچین مرد خوبی تاوان میل و بیمیلی تو رو بده؟ باشو. چهار ستون آدمواری یا به قول خودت عیاری. هر کار و رفتار و کلام و پرسش فقط برای قرب و رضایت خدا. دومی وفای بخت و پیمان در هر وضعیت هر اندازه صعب و دشوار. سومی پرهیز از پرگویی حرف به اندازه حد لازم. سکوت برای تفکر و آفریدگار رو حاضر و ناظر دیدن. و آخری قناعت و کم خوابی برای خود. بیش و بیشتر جویی برای مردم داری. کمک بی مزد و منت به هر محتاج و حاجتمند. هر که و در هر مقام. خدا نگهدارت مهیار عیار. دست مولا علی به همراهت. بریم تا دیر نشد. مهیار، عیار اگه شده یه درفش و یه جبالدوز باید اسلحه داشته باشه. اون جونور عجیب غریبی که بهت گفتم شایعه و دروغ نیست. گفتی محلتون در دشت اصفهانه؟ اتفاقا قبرستون محلتون میدون اصلیشه. جونوره به قدری چست و چابک و مهیبه که نگو.
رفتی مراقب باش هندونه زیر بغلت نذارن. دندشون نر اساس و شبگردا شرشو کوتاه کنن. چرا تو؟ پس مردم داری چی میشه؟ آره، اما به شرطی که بیاره هاشون کارشونو گردنت نندازن. حکیم دیروز بهت گفت حاکم برای چی اظهارش کرده بود و چی کارش داشت؟ میخواست حکمت ملا صدرا رو براش توضیح بده. اینم ازش پرسید، اما کار مهمترش بهش بگه که با داروغه صحبت کرده آزادش کنه. حکیمم بهش گفت به شرطی که تو رو آزاد کنن با هم دیگه بریم. حاکم حرفی نداشت، اما داروغه خودشو یخ کرد و زیر بار رفت. بعد از کلی بحث و جدل بالاخره داروغه راضی شد که اگه اینقدر برای حکیم عزیزی، آزادیشو ببخشه به تو و خودش بمونه زندان. کی گفت؟ خودم اونجا بودم، با همون رفیقم رفته بودیم حضور. کجا؟ اول از این که رات نمیدن، مگر اینکه داد بزنی فوش بدی کاری که جرم باشه. دومن جات یه قصاب گذاشتن که گوشت گاوه حروم شده فروخته. سومن حکیم چند بار به من گوش زد کرد که بهت چیزی نگم. پا رو قولم گذاشتم بهت گفتم، برای اینکه قدر آزادی تو خیلی بدونی. یادت باشه این آزادی مال خودت نیست، یه امانته، نباید آسونت دستش بدی. دلت میاد پیرمردو از من و خودت دلگیر کنی؟ این مال توه، یه خیر نذر کرده هر زندانی که آزاد میشه یه بیستی بهش بده تا چند روز خرج و مخارج زندگیش. کفاف سفر تا اصفهانت رو میده. برو مهیار، برو به سلامت. انگار به زندان عادت کردی، نمیتونی آزاد باشی. پسر عبدالغنی بیگ کجاست؟ بری پیداش کنی که چی بگی. بهش بگی من باعث کشته شدن پدرش شدم مشتلق بده. حکمر رفته جایی پیش قوم و خیشی کسی. بشناستت میکشتت. باید پیداش کنم. یز نمو، مردم بشناسنت اذیتت میکنن. هرچی نقشه تو ذهنت بریز بیرون. برگرد اصفهان مهیار. خیلی پیش. که یعنی بله، اگه جون به لبمون نکرد یک کلمه از چال گندال دهنش در بیاد. به زبون بسته صدا در بیاد دیگه. مختار بده من برو کار کرد چهار. کاری ندارم، کمک بخوام شما بفهم سایبون هوا گرم. کار نداریم حاج آقا شیخ احمد بیک. خاطر که تو دور و درازی حاج آقا شیخ احمد بیک. نه به این دور و درازی تا خونه خدا اونم پا پیاده. یه حاج آقا سر اسمتون مزدهنون نباشه. میگم خواب نمیبینم خاطر، یعنی راست باقی ما به مقصد رسیدیم، حجمون رو ادا کردیم، نظرمون رو به جا آوردیم. یعنی من بیدارم؟ خدا رو شکر بله بیداری، بیدار و هوشیار. هم حج واجبتون رو به جا آوردین، هم نذرتون تا اینجا ادا شد. اون هم سر تا سر پا پیاده و ساق سلامه. اینجا که رد و رودی از اسب و الاغ نیست. اکه ها آه.
جوون به جمعون جواب منو بده. اوی چشا چهار من که ردی از کارمون نمیبینه، گوسر گم نرشته. رد درود دیگه نیست، گوش به زمین. وای به حالت اگه چیزی پیدا نشه ببینه. اون بوته نگاش کن، درست حسابی نگاش کن. اگه پوش در اومده چیزی نبود ببینه. روز خمی زنی باشه اون چیزو بده. چی آقا؟ همون چیز که از فرنگیه گرفتیم، مال وقت و موقع است. ها همینجاست. آرام برا اینا ها تا موچتو بگیرم جوابتو بدم. جواب پوست خرد. گفتی خوب و گفتی درست. باشه خوب و درست نگاه میکنم تا خاک اینجا به جا بشه. توف به تاوت تا خاک به گوره تا کک به تنوره. اگه چیزی که چیز باشه نشونم ندی درست حسابی پیدا کنی من ببینم. اینو چیزش کن؟ چیز آقا از اون سر بی پدر. کاش اینجا اتراق نمی کردیم. آدم های عجیب غریب این دورو برن. از اول این سفر دلشوره دارم، حتی حالا که نزدیک به منزلی. منم دلشوره دارم. یک سال و چند ماه بی خبر از حال ورود کارگاه. اگه ببینم نتونستن درست راش ببرن، قالش کنده شده و کلی قرضه رو دستم گذاشتن چی؟ خیر ایشالله، بعد به دلتون راه ندید. مامالی خاتون، تنها وصیت و خواسته من اینه که هر محل سرم گذاشتم بار آخرت بستم، ندار این کارگاه بسته بشه. حداقل 30 خانوارد این کارگاه نون میبرن، روزی میخورن. حاج آقا دست کم 15 سال سایتون بالا سرمه، ایشالله 120 سال دیگه هم به برکت وجودتون سرم به سامونه. اولاد دار نشدم، اما تو هم اولادم بودی، هم عیالم، هم دوست و یار و غمخوارم. شما هم همینطور، فقط ببخشید که خدا نخواست براتون اولاد بیاره. نه ماه ملک خاتون، شما باید منو ببخشید. من قبل سفر مکه از همه حلالیت گرفتم الا از شما. اثر خودخواهی بود یا مثلا حیا داری، هیچ وقت به زبون نیوردم. بگه از عیال اولم هم خدا بیامرز بچه دار نشدم، ایراد از من بود. دوا درمونم نداره، منو حلال کنید. رو زمینه گشتیم هیچی نبود که. زمین نه خانکاکا، اون با تلفه که ساقاش یکم به این بر اون بر تا شده، برگای تکتکیش هم پامال خاکمال. اگه اون سرترم نگاه کنی چند تا اینندش میبینی، یکیشون هم کنار اون توبره اونجا، یه چیزی شبیه میخ یا نل اسب از روش رد شده چکوندتش. خب یه قافله کوچیکه این ور رفتن، یه یابو که باربونشون بارشه، یه زن همراهشونه، چهار تا مرد که یکیشون پیر و پابسال، اون یکی هم میون سال و شاید جوان‌تر. همین؟ خب آره دیگه، مگه همینو نمیخواستی بشنوی؟ بریم ببینید، غیر این بود تقصیر گردن من. دست درد نکنه آشاکر مختار، من بعد باید همه یاد بگیرن، خودتونم عادت کنین، بهتون بگن حاجی. من تکلیفم بود، شما که بدهی به خدا نداشتید، همراهی کردید شدید حاجی. به لطف و مرحمت شما. من کاری نیستم، فقط وسیله واسطه شدم. یکی همت خودتون و یکی هم قسمت و البته خواست خدا. بله آچاکر مختار. بله شما خدا خیلی دوستت داره که تو این سن و سال 8 اولاد بهت داده. نیت کن یکی از انگشتای منو بگیر. خودتون نیت کردین؟ برای کارگاه پارچه بافیه. این یک خوبه. خدا رو شکر. الان آبا خدمت میارم. آج مختار. بله آج آقا. یا خدا خاطر ازن تو
از کجا پیدا شد؟ چشما روشن. دایره مکه ایم امان بدید. اگه کیف کوکتون کشتن بود که کشتید، منم بکشم، ولی پول زیادی نداریم که خون گردن خودتون انداخت. پول زیاد که نه و توف تابوت، کیف بازی امام کشتن نه و خاک به گور. سوقات موقات مکه تون چی؟ چند تا سوسوتک گلی برای بچه ها، دو دست کفنم تبرو کرده نیوار کعبه، همین جناب دین دادت کفنک. ما کفنداز نیستیم، آتیشی به کفن و توف به تابوت و خاک تنوری به گورتون کنم که مرغای آسمون به حالتون گریه کنن اگر فزرمایشاتتون یک کلمش دروغ از شاه مبال در بیاد. البته فله نسبت خانم داره نشستین؟ یلا پیادشین با عربانشونو بگردی. چی پیدا کردم؟ حاج آقا که پول زیاد نه و فقط هم از فقط دو دست کفنک دیفال مالی حاجی حاج آقا مونو حاجی حاج خانم واگشتشون از مکه فلا نسبت خرم خولم بی ولا نسبت جفتتون خره خره خر مو خراب خرسوار بی خبر بوبر کنم به این گدا در پوزگی خرج مخوری سفر رو دادیم فقیر فقرا به حد کفاف پا پیاده رفتیم سفر حالا من دست تو فکر کنم به در پوزگی داریم برمیگردیم. آی 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 کرف کائنات نگو طلبکار خدا نشو یکی هم پر زبونی نکن غلط گلوتای منو بگیر همون در پوزگی که من میگم خیلی هم درست تر از اونی که تو میگی بعدشم پول به فقیر و قد کفاف روز مبادا حاج آقامون و سر به زمین و پا در هوا خوب بتکنین و بتره کنیم تا ببینیم از کجاهای ناکجاش کیسه میسه و یقه مقه و آسیم آسین و پاچه ماچهش چقدر و چه اندازه نرقه میریزه و زر سکه های شعباسی زرده باده آج آقا شما رو به خدا ولش کنید داره مداره مال دنیا با این بارو بونه بردارید ببرید همش مال شما که فقط هم از فقط یه یابوها بارو بونه اش ولی من میبینم که خیلی بیشتر تر حاج آقا ماج آقایی که کنیز کلفت مثل ماه شب 14 پاپتی امراش ببره مکه نه لابد مردک ایالمه شنفتی؟ حاج آقامون غیرتی شدن چشتی چش منه کله گنده گفتن مردک فزر فرمایشات فرمودن ایالک همه اولندش که خانمانم هایی به این قشنگ مشنگی عیال و کلفت و کنیز و حتی آبجی همشیرت هم اگه باشه به تو پیری ایک پیری حرامن در حرامه دوبومندش میدونی این کاتلعت رو بفرستم مملکت عثمانی چندی و چه قیمت بالای پول میدن؟ بیا بردار برو تنو بردار بالا نیمه برده که هرسه ناموس همه حرمت ناموس که نمیفهمی مسلمونی هم که هیچی مردو نگید که بوده راست تو پاچه آسی نمونه تو چطوری تونستی زنه به این جوونی بگیری؟ پالا به گور مردنی تلا تلا رفیق از قدیم قدیم ها گفتن زر بر سر فولاد نهی نرم شود من الان بالا پنجامه اگه مثل این پیری کیسه آسینم پر لیفه میفه و بند تنبونم زرزری باشه و تا
تکمه هم الماس و زمرد. زن مثل این که هیچی، دختر 14 ساله بهم میدم، بالا 50. خب باشه، میگن خیلی هم بهترتر که زودترتر ریق رحمت رو سر میکشه. ارث و میراث کلون دختر خلیل جلون. چه زبونی تو، کچ بال نجل تنبونی. این نطق متقش دلتو نبرد، یه دل نه صد دل عاشقش و قاشق عاشقش بشی خانم خانوما. آها دست خر جنبی. آها غیرت. اینجا نمون، حالا میزنمت. باشه در رو. یلا یکی دیگه بزن. گوشم خواهم دکا، گوشم بزن. کمک بیتنه بود چقدر فرزه. خواهم دکا خدایی دری میدی اون از همه تونو میکشه. راست میگه خدایی دری اینا
دیگه باید بریم. قرار بود بیان پیش فازم، یکم وقت دیگه میرسم. از کجا؟ قمشه. قمشه؟ میدونین تا قمشه چقدر راهه؟ احتمالا راهو اشتباه آمدین، فکر کردین نزدیک قمشه این. همین الان را بیفتیم پیش از ظهر فردا یه فرسخی قمشه میرسیم. من میرم اصفهان ولی شما رو میرسونم. باید بریم، صلاح نیست بمونیم. رخصنو بر میگردن، احتمالا تعدادشون هم زیاده. دلم میخواست همشون رو ببریم ولی فقط جنازه شوهرتون رو سوار یابو میکنم. چو غذاتون کجاست؟ خیلی رو اومدیم، باید غذا بخورین. الله اکبر، الحمدلله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بفنگ چی های شایی؟ این چیه؟ جنازه. اون کیه؟ عیالش. چی؟ مردم رو میکشی ناموسشون هم اسیر میکنی ها؟ چی کار میکنی؟ این مرد از دست دزدار راهزنا نجاتم داده، اونا شوهرم رو کشتن. دزدا؟ میشناسیشون؟ اسم سر دستشون خان کاکا بود. ای نامرد یاقی، سه ماه تو این بر رو بیابون دنبالشی. چند نفر امروش بودن؟ با خان کاکا 5 نفر. سه نفرشون رو زخمی کرد ولی اونا فرار کردن. اونا هم شوهرم و هم سه تا شاکر محافظمون رو کشتن. کی؟ همین امروز؟ دیروز بعد از صلات ظهر. تنهایی از پس پنششون بر اومدی؟ علی قمشه ای؟ شوهرم قمشه ای بود. قومخیش همین یا محافظ قافله است؟ از راه رسید. از راه درست سر به زنگا. بگین فرشته ای که از آسمون اومد. فرشته آسمونی که نه، آدمیزاد دوپا که. اسم چیه؟ اهل کجایی؟ مهیار، اهل اصفهانم. محله دردشت؟ من ماه ملکم، دختر شیخ ابوالقاسم کاشیگر. محلمون دردشت بود، همسایه بودید. الان شناختمش، پسر اوزکریم کفاشه. شما از دیروز و دیشب تا الان همراه هم، تازه از کیو چیه هم وا میپرسین؟ میبینین که چقدر کم حرف و حیا داره. روم نشد چیزی بگم یا بپرسم. کم حرف و با حیا، یا لالعجب. خدا مادرتون رو نگه داره، همسایه خیلی خوبی بود. خدا به امورز پدرتون هم همین دار. اونا کیه؟ افزومیک. سلام خاتون. سلام خاتون. رسیدم به خیر. چشممون روشن. زیارت قبول باشه. بلیمون بلو. شیخ کجاست خاتون؟ ای بای چی شد؟ چی شد؟ خاتون چی شد؟ شیخ گفت بقیه کجاست؟ ای بای خدایا چی میبینم؟ مهیا اسمش برام آشناست. ده سال پیش تو این بیابونه راهزنی بود، اسمش مهیار بود. دزدم ازش میترسیدن، چه رسه به کاروانا. مرده؟ یه گرفتن قالشی کنه؟ منشو نمیدونم ولی یوقه بهش زد، هیچ کی ازش خبر نداشت. بعدش هم شاه عباس بساط راهزنا رو برچید. یکی و تنها از پس پنج راهزن بر اومده، حکم خودشه. اما اگه اونو بچه برگشته، اونم درست سر به زنگا رسیده. Thank you.
سلام. نشناختی؟ نه، آشناس؟ کلانتر باید گشت شب و دو برابر کنه. چرا؟ این مهیاره، به سر شاق اصلا این مهیاره. چگار هست؟ دوزده. دوزده؟ دوزده معمولی که نه، یاقی، ایار، هرچی از نقب زدن و کمال انداختن ایارای دیگه شنفتی، من توی این مهیار یه جا دیدم. اکبر؟ بله. خب اینا که دو گندکه جایی رو بزنه، داروغه ما رو مقصر میدونه که دیدیم و شناختیمش و کاری نکردیم. بریم بایستم اینا با یه خنجر پنج شیش نفر حریفه. نه بابا، حالا خودم دیدم. حالا ما چی کار کنیم؟ تکلیف چی؟ تکلیف اینه که قصدش دوزی بود، خودشو به ما نشون نمیداد. دست کم امشب سازشو کوک نمی کنه بزنه پرده صداش در بیاد. خیالت راحت. بیبری کی کار داری پسر جان؟ بی بی مادرم خونه نیست. بس باقر بیا ببین کی اومده. بسا یار بیگ باش اومدی امو، قدمت به خیر. مادرم کجاست سوسوخر؟ دیر کردی امو، خیلی دیر کردی. بگو بهش مادرت، مادرت دو سال پیش قدر گوش کن. خیلی چشم به راه موندم. این آخریا خدا بیامرز چشماش خوب نمیدی، گوشش هم خوب نمیشنید، چیزی هم یادش نمیومد، هیچ غیر از یه اسم، مهیار. مهیار فقط این دم آخری این کلیدو به من داد، گفت اگه بچه‌ام برگشت پشت در نم. مهیار بی یه چیزی هم هست که ما باید بگیم. خدا مرزه به مادر دم آخر و خون روشنیش. فراون اتفاق میفته،
خیلی ها دم آخر چنان هوشیار و حاضق و دانا چشمشون رو باز میکنن و پا میشن و میشینن که اگه نشیده و نیده باشی خیال میکنی ناخوشی خود به خود از تنش رفت. خوب خوب شد، یه چیزی میگن، یه چیزی میپرسن، یکی رو سراغ میگیرن، وصیتشون رو میکنن و خدا حافظ و تموم. همین خدا آمرزید مادرت هم همینجوری بود، دم آخر هوشیار شد، از بیبی حلالیت طلبید و سراغ تو رو گرفت. گفت مهیارم چه روز چه شب چه نصف شب وقت سحر هر وقت و بی وقتی که اومد بهش بگی مهیار اون که تا حالا کردی دیگه نکن، از این به بعد اون کارهایی رو که نکردی بکن. همین و سلام. کجا میری همون؟ میرم دست باسه مادرم. این وقت شب شهون نداره. شاید تا صبح نکشیدم. مادرتو تو خاکستون و دردش کنار خاک بابا دفنش کردی. اینم بگم همون قبرستون ناامنه. یه ماه که یه موجود عجیب غریب اونجا جولانگای خودش کرده و مردم وحشت زده شدن. من ندیدم ولی شنیدم که میگن چنگالش مثل چنگال خرسه، قبرستون میره دکون و مردم آتیش میزنه، اسب و قاطر و گوسفند و طلای مردم رو میدوزه. چی میگی؟ کی دیده؟ همه شنفتم. لغلقه زبون بی استخون مردمه. یه بار تو قبرستون دیده شده، اونم اگه دیده باشنش. بیچاره مادرشو دق داد، امشب تاوان پس میده. فکر نکنم، این از جنوبر قبرستونم جنوبرتره. Thank you.